أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور که فرمودید دیدید خامنه‌ای فلسطینیان را به خاک خون کشید و تمام موشکهایی که روی آن نبود و نوشته بود پنهان شدند و فقط به دفاع لفظی از فلسطین اکتفا کردند. الان ممکنه چند تا موشک بپرانند اینجا و اونجا. آقا فرض کنیم خامنه‌ای با تمام قدرتش وارد میدان میشه و نوکرانش در یمن و در لبنان، حزب و شیطان و انصار و شیطان یمن وارد میدان بشن. اینها فقط برای از آب گلالود ماهی گرفتن. عاقل اونه که از تجربه دیگران عبرت بگیره. مگر اینو بارها خدمتون نقل کردم، بعد از اینکه حزب شیطان درست شد 15 سالی گذشت، چقدر از افراد فلسطین میخواستن شیعه بکنن، حسینی های زیرزمینی به وجود اومد و تا حدی که محتشمی که مؤسس حزب شیطان بود و بارها عرض کردم، من اون رو دیدم وقتی دروغ گفت به صورتش توف کردم و فرزندم که با من بود در عمرش دیگه به من دروغ نگو. گفت چرا این کار کردی؟ گفتم برای که دروغ میگه. دیگه این فرزندم عبرت گرفت و عرض به خدمت شما، ایشون میگفت که ما تونست افتخار میکنیم که بعد از چندین سال، چندین قرن تونستیم اسلام صحیح رو وارد فلسطین بکنیم. اسلام صحیحشون چیه؟ همینی که وارد عراقش کردن، همینی که وارد سوریهش کردن. هدف دراز مدت اینها از هدف صهیونیستا بدتره، لیکن اخوان و حماس اینو نمیدونند متاسفانه. این یکی. دومی که الغریق یتشبس بکل حشیش، انسان که غرقه به هر خس خاشاکی چند میزنه معذوره. دقت میکنی؟ این واجب مسلمانانه که اینها رو کمک کنن، واجب اعرابه که اینها رو کمک کنن. لیکن وقتی که اونا میرن با دشمنان اعراب و دشمنان اهل سنت زادمان میکنن، خب یه مقدار بزرگم تقصیر خودشونه. ولی الان وقتی این مسائل نیست، الان وقت دعا و تضرع و زاری پیش خداونده، خداوند اینها رو پیروز کنه بر صهیونیستا و بر صفیونیستا. اونها صفیونیست رو فعلا نمیفهمند چیه، بلکه سیاست میدان تعامله، میدان نظریات نیست، میدان بدبستان روزانه، بلکه بدبستان ساعتیه. نمیدونم چقدر تونستم مقصودان بیان کنم. اندک اندک کمک مالی در جران تهران و قم به فلسطینیان برای کشتار فلسطینیان، برای از بین بردن زیر ساختای هم، برای استضاف و نابودی و جلوگیری از تشکیل دولت فلسطینی است. این جنگ با هماهنگی کامل سه کشور ایران، اسرائیل و امریکا شروع شده. من اینجوری فکر نمی کنم. این جنگ پوز اسرائیل رو به خاک مالید. این جنگ همه طرح 50 ساله اسرائیل رو برباد داد. این همه میلیارد که برای دیوار کشیده دادن، خودشون رو دارن خود مسخره میکنن که آقا ما یه برجزه در از بین رفت. اینجا مسلمانان فلسطین یک معجزه تاریخی انجام دادن. اون چرا که در جنگ های گذشته، در چهار جنگ گذشته، کشورهای عربی و بین کشورهای عربی اسرائیل رخ داده بود، این همه از صهیونیست‌ها رو نکشته بودند که الان تونستند بکشند. این یک نقطه بسیار، نقطه عزت برای فلسطینیان. اصلا طرح و ایده های فلسطینی صهیونیست‌ها رو به استهزا گرفتند.